پدر مادرتون امشب با ندیم کار دارم. تو این شرایط که تو به خاطر جمره جونت لب به غذا نمیزنی و هیچی نمیخوری، اون داره با جنگ خوشگذرونی میکنه. ای بابا تو چیت شد؟ الهی بمیرم برات عزیز دلم. حسودیت شد داره ها؟ ناراحت شدی؟ نکنه تو فکر کردی چیز شدی؟ چون تو برای اون چیز شدی اونم برای تو چیز میشه. آره؟ اما توف متاسفانه چیزی یکی دیگه شده. برای کی چیز شده؟ برای کی چیز شده؟ میخوای بگم برای کی چیز شده؟ برای جنگ رفت و مزه دهن آقای جنگ شد. نمیخوای بشنوی نه؟ همین امروز صبح مچ جمری عزیزتو تو خونه یه جنگ گرفتم. چرا گوشتو میگیری ها؟ چرا گوشتو میگیری؟ حق نداری گوشتو بگیری. دستتو بردار، خوب گوش کن ببین چی میگم. دستتو بکش. اگه یه بار دیگه ببینم باهاش اینجوری رفتار میکنی، ببین شوهر عزیزم، ببین کی اومده. ببین کی اومده. خیلی حلال زاده ای پسرمو، اتفاقا ذکر و خیر شما بود. تاره داشتم در مورد اتفاقای امروز حرف میزدم، داشتم رابطه ی عاشقانتونو بهش میگفتم، داشتم براش تعریف میکردم با جمره اونجا چی کار میکردی. حتی اینم از من مهمتره. آره این پسره معلولم از من مهمتره. حرف دهر تو بفهم. البته که مهمتره از من. آره از من مهمتره. ببین از مادر بچت. آگاه جون در مورد جنگ نمیخوای حرفی بزنی؟ باید فکر کنم شنیز، باید فکر کنم. خب بهتره دیگه بریم. چی شد؟ چرا ساکت شدی بابا جون ها؟ چی شد از پسرموی بدبختت خجالت کشیدی؟ چرا وقتی مادرت داشت بچه ای تو رو مینداخت گردن اون خجالت نکشیدی؟ خفه شو بس دیگه. آخه مگه من چی گفتم؟ روز کوچولومون از دهنم پرید؟ لابد اینم فکر میکرده من واقعا عاشقش شدم، مگه نه؟ خفه شو. از شوهرم خجالت میکشی؟ نکنه ازش میترسی؟ نکنه از این میترسی که فردا پس فردا دهنشو باز بکنه بگه این بچه از جنکه؟ تمومش کن. نترس بابا، این دهن داره اما زبون که نداره، برای چی میترسی؟ ازت چندشم میشه، هم از تو هم از خودم چندشم میشه. چندشت بشه یا نشه این بچه ای که تو شکم منه مال توه. من اونو به دنیا میارم، من مادر اونم، میفهمی؟ ندیم چه شد؟ ندیم خوبی؟
ندیم نگام کن ببینم. ندیم، ندیم خوبی به نگاه کن. ندیم، ندیم حالت خوبه؟ ندیم چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ ندیم به من نگاه کن، نگام کن. ندیم، ندیم، ندیم. من هیچ کاری نکردم. من تو بهش دستم نزدم. من هیچ کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. ندیم، ندیم، من هیچ کاری نکردم. من تو بهش دستم نزدم. هیچ کاری نکردم. هیچ کاری نکردم. ندیم. مامان خوبی؟ ازت ممنونم پسرم، ممنونم. بیا بریم، بیا. مادر و پسر رفته بودن شبگردی؟ کمک کنید آقا، 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 کمک کنید. چطور این اتفاق افتاد؟ تعریف کن ببینم. نمیدونم، نمیدونم، واقعا نمیدونم. میخواستم لباسش رو عوض کنم، برگشتم دیدم افتاده رو زمین. نمیدونم، نمیدونم. نفس میکشه؟ چرا حرف نمیزنی؟ نفس میکشه؟ آقا جان لطفا یکم آروم باش. الو جیوان، چرا به قولت عمل نکردی؟ چرا مامانو آوردی اینجا؟ اگه با تو نیستم گوشی رو نگه دار. من خودم بهت زنگ میزنم. اون آمبولانس ندیم، ببینم ندیم طوری شده. آقا آگاه، دکترشون منتظر شما هستن، لطفا بفرمایید. منم برم ببینم چی میگه، وگرنه طاقت نمیارم. Thank you.
ندیم، من اومدم. من اومدم. جنگ، جنگ، چیزه دکتر گفت به خاطر آسیبی که به کبدش وارد شده از این به بعد ممکنه دوباره دچار تشنج بشه. یعنی به خاطر من نیست جنگ، من هیچ کاری نکردم. گم شو. میدونم نباید قضیه بچه رو میگفتم، عصبانی شدی، ولی ندیم که نمیتونه حرف بزنه، به کسی چیزی نمیگه، نگران نباش. گفتم گم شو. جنگ، جنگ، من با اون هیچ کاری نکردم، واقعا کاریش نکردم. اگه ندیم طوری شده به خاطر اون دختریه که خونت نگه میداری، به خاطر آتیش سوزیه که اون رو انداخت. جرن، چه خبره؟ چه خبری باید باشه؟ داشتیم حرف میزدیم دیگه. اون چه مدل حرف زدنه؟ چرا هولت داد؟ داشتم سراغ دخترتو میگرفتم، جوابشم با هول دادن گرفتم. خوبه؟ دخترم چیه؟ هی دخترم دخترم میکنی؟ جرن بیا برو، برو پیش شوهرت. ندیم منو ببخش، ببخش از اینکه نتونستم کنارت باشم، از اینکه مجبورم یواشکی بیام دیدنت. منو ببخش. من اینجا. نفس بکش، نفس بکش، فقط نفس عمیق بکش. خب نفس عمیق بکش. من به خاطر تو اومدم، اومدم پیشت ندیم. چمره عزیزت، اون چمره ای که دلش مثل طلا پاکه. میدونی الان کجاست؟ میدونی؟ تو حرم سرای آقای جنگ. میدونم ازم عصبانی هستی، اما اینم میدونم که منو میبخشی. جمره یکی دونت شد یکی از اون دخترایی که افتاد زیر دست جنگ. میشنوی چی میگم؟ رابطه ما جوری نیست که اینقدر راحت به هم بخوره، مگه نه؟ ندیم، ندیم، لطفاً، لطفاً، ندیم، لطفاً این کارو نکن. ندیم، میدونستم اینطوری میشه. همین که سرمو برمیگردونم پیش آقا جنگ پیدات میکنم. آخرش مادرتم فهمید. نه ترس، چیزی نفهمید. دختر منو نگاه، فکر نکن چون چشمای خودت کور شده بقیه هم هیچی نمیبینن. فقط کافیه مادرت شک کنه. باید بره به اون دختر کثافتش شک بکنه. برو بالا سر شوهرت وایسا، یکم بعد آقا خان میاد تو اتاق. زود باش. ندیم لطفا، لطفا حداقل نگام کن. ندیم، آبجی تو هم اینجایی که؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ بعضی ها از آشیونه عشق پرواز کردن، برای پرستاری کردن اومدن اینجا. آره؟
پرسیدم چرا اینطوری شده. سوال خوبی پرسیدی، اصلا انتظارشو نداشتم. از کجا شروع کنم؟ کدوم یکیو بگم؟ فهمیدم. خب باید بدونی ندیم بیچاره نتونست طاقت بیاره وقتی شنید خودتو انداختی تو بغل جنگ. برو برو. تازه جمره برو. بهتره بگم من این بلا رو سرش آوردم. چی کارش کردم؟ ندیم نفس عمیق بکش، نفس بکش. برو ندیم. ببین هم فهمیدی چی گفتم؟ هر کاری که دلم بخواد باهاش همون کارو میکنم خانم پرستار. برو. چون که من کنارشم اما تو نیستی و من زن اونم. مثلا خیلی راحت با یه بالش میتونم این صدای چندی شوهرشو قطع کنم. مگه نه شوهر عزیزم؟ دیروزو که یادت میاد؟ مگه نه بالشتارو که یادت عزیزم؟ اون توپای داغی که ریختم رو سر و رو تو چی یادت میاد؟ یادت میاد داشتم خفت میکردم یا نه؟ من تو رو ندیم. ندیم آروم باش، آروم باش، من نمیرم. برو. آگاه خانوم دین، جرنم حتی یه لحظه هم شوهرشو تنها نذاشته. بنده خدا با اون بچه تو شکمش هلاک شد. برو. ندیم نفس عمیق بکش، من تنهات نمیذارم. ندیم آروم باش، من نمیرم. برو. دلش من نمیرم. شوهرمو ول کن، یه سسر شوهرم ندیم. چه حقی این دیوونه شده؟ دست تو از برو، دست تو من بکش. برو بیرون، گم شو، گم شو، گم شو بیرون، گم شو بیرون ببینم. برو دیگه، برو. بهش گفتم برو بیرون، فقط گفتم از این اتاق برو بیرون، بهم حمله کرد. مامان دخترم، من دیگه طاقت ندارم، من دیگه واقعا تحمل کار این دختره رو ندارم. گوش کن، دیگه داری اون روی منو بالا میاری. یک کاری نکن کار دستت بدم. توف دختر بیا برو. دخترم آی شکم جرن. از اینجا گم شو، برو گم شو، اینجا گم شو بیرون، برو. وگرنه آگاه جون تو بیمارستانیم، بسته دیگه. این دختر رو بندازیم بیرون، این دختر رو بندازیم بیرون، وگرنه خودم بیرونش میکنم. خواهش میکنم کاریش نداشته باشیم، اون کاری نکرده. دیگه این طرف ها نبینم، شنیدی؟ گم شو. آگاه آروم باش.
حالا همه آدمایی که تو این حیاتن، خوب گوشاتونو بکنین ببینی چی میگم، چون این حرفا رو دوبار تکرار نمی کنم. اون دختره چش سفید دیروز از کجا فهمید برادرزاده من تو بیمارستانه که به خودش اجازه میده تا تاقش بیاد؟ هر کسی که این اشتباه کرده داره آمار خونه منو به دختره میده، یا بعد اعتراف کنه بگه کار من بوده، یا من زنگ میزنم به پلیس بیاد اینجا و از همه دونه بدونه. کار من بود. من به خواهرم پشت نکردم. نتونستم. فهمیدم کجا زندگی میکنه. مادرم هم با خودم بردم. وقتی هم که صدای آمبولانس از پشت تلفن شنیدم. دیگه راننده دخترم نیستی. بابا داملا. عزیزم راننده برای تو زیاده مگه نه؟ داری جواب چی از پسرم پس میگیری آقا آقا؟ اونا خواهر برادرن، خواهر برادر. اینم قدغن شده؟ حق نداره برای خواهر خودش برادری کنه؟ تو این خونه دیگه پولی به تو داده نمیشه. تو از حالا به بعد برای من فقط برادر عروس همی. گم شو. داری اشتباه میکنی آقا آقا، به خدا اشتباه میکنی. تو با دخترم مشکل داری، چرا پسرم رو زیر پات داری له میکنی؟ ساکت چین، شورش رو در بردین. شما میخواین منو دیوونه کنین؟ به خدا همتون رو جمع میکنم، تو این امارت آتیش میزنم. فقط دلم میخواد یه بار دیگه اون دخترت واسمون در سر درست کنه. فقط دلم میخواد یه بار دیگه جلوی چشم آفتابی بشه. پسر تو که سهله، حرمت پسرم هم نگه نمیدارم. تازه نبا حرفا داد و بیداد کردن، از راه قانونی رسمی. نگاه کن، خوب نگاه کن، از همین امروز صبح واسه دخترت حکم ممنوعیت گرفتم. به محض اینکه بخواد به خونم و برادرزادم نزدیک بشه میافته گوشه زندان. الانم دارم به همه تون میگم، هر کسی جرأت بکنه اون دختر رو از این در راه بده، خودشم باید با اون دختر اینجا بره. این در مورد همه صدق میکنه، فهمیدین؟ مامان چون آقا آقا عشقای تو رو پاک نمی کنه. فقط دخترت میتونه پاک کنه. بسه دیگه عزیزم، تو که همه حرفاتو زدی، دیگه چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ آه بفرما، مسافرمون خودش اومد. یه خبر خوب برات دارم جنگ، پدرت میخواد دوباره تو رو بفرسته آمریکا. We'll be right back.
من و مادرت حرف زدیم، بهم گفت خیلی نگرانته، منم بهش حق دادم، فکرامو کردم، دیدم خونه پدری بد نساخته، تا سال 2020 هم هیچی نمونده، تو دفتری که تو فلوریدا قرار باز کنیم بعد کار کنیم، همین. خب زحمت نمیافتی یکم حرف بزن، داریم در مورد تو حرف میزنیم نه پسر سبز فروش. این حکم دور کردن از خونه به نظرت یکم بیرحمانه نیست بابا جون؟ دختره نه، تو با این کارت ندیم و داری مجازات میکنی. ندیم واقعا اینو نمیفهمی؟ دختره رو از خونه دور کن، پسرت هم بفرست آمریکا. آفرین. یعنی هر کسی که باب میلت رفتار نکنه پرتش میکنی یه گوشه. آره هرچی گفتم همونه، کسی که بخواد بره دست و بالش هم ببندی باز نمیمونه. شنیدی که پدرت چی گفت؟ حکم صادر شده، به زودی برمیگردی آمریکا. سفرت بخیر عزیزم. سویچو بده. اما داملا خانم، پدرتون گفت. عزیزم بهتر اینقدر کشش ندی. سویچ. زود باش بیا. من؟ بله دیگه، پس کی؟ دختر من اخراج شدم، یادت رفته؟ راننده منم، تو راهو بهم نشون میدی، سوار شو. من راهو نشونت بدم؟ آره دیگه بیا. مطمئنی تو؟ بله زود باش بیا. لطفاً کمربند تو ببند. یه خوردم تو بچسب به صندلی. یواش. ما اومدیم. بی شخصیت، بی شخصیت مردی که عوضی. شنیدی؟ من بهش میگم برگرد امریکا، اون داره پرستار جلو من دفاع میکنه. این چه جور دختریه؟ گفتیم فرشتاست شیطون شد، ولی مقصر منم. خودم این دختر رو برای جون زندگیم کردم، از یه طرف پسرم و از یه طرف برادر زدم و زد داغون کرد. اما اگه به من میگن آقا کاراچای اون تلسمو... آره حتما از بین میبری، حتما عزیزم. تو داری شوهرتو مسخره میکنی؟ آه خیلی تابلو بود. تو شوهرتو... من فقط دارم سعی میکنم شوهرمو با واقعیت روبرو کنم، مثل همیشه. این که میخوای جنکو بفرستی آمریکا تصمیم درستیه. دور کردن اون دختره ندیمم نجات میده، اما هیچ کدومشون برای نجات ما کافی نیست. توقع داری چیکار کنم؟ واسه اینکه از شر یه دختر دیوونه راحت بشیم ما هم باید بساطمون رو جمع کنیم دختره. یه دستش تو دست ندیمه، یه دستش هم تو دست جنگ. اما مشکل دختره که هر دوتای اینا نیست، دختره با خواهر خودش مشکل داره. این دختر چرا یهویی با خواهری که باعث شد شأن خانوادگیشون تغییر کنه دشمن شد آقا؟ چون تو اونو به عنوان عروس در نظر داشتی، اما خواهرش از وضعیت ندیم سوء استفاده کرد و اونو از دور خارج کرد.
متاسفانه حق خواهر بزرگ و خواهر کوچیکه گرفته. پرستارم برای همین چشمش دنبال پسرمونه. تنها فرق این دختره با خواهرش اینه که از اون عاقل تره. به جای اینکه برای هدفای کوچیک قدم برداره واسه هدفای بزرگ میجنگه. در مورد اون دختر همه چیو میتونم قبول کنم، اما نمیتونی بگی چشمش دنبال پوله، چون اون دختره حتی تونست آدمی مثل تو رو گول بزنه. ببین بعد اون همه کاری که کرده هنوزم نمیتونی بگی این دختر چشمش دنبال پوله. این دختر خیلی خطرناکه. این دختر مثل خواهرش نیست. اون مثل خواهرش همه نقشه‌هاش تابلو و مشخص نیست. این دختره یه بازیگره به تمام معناست. و اگه تو اجازه بدی من این بازی رو به زبونی که دختره بفهمه یه جوری حلش میکنم که راحت شی. دیگه کار از کار گذاشته، دیگه همه چی خراب شده. دلم میخواست حواسم به هر دوتاتون باشه، اما نشد. دست و پای من، بال و پر من قدرت اینو نداشت که دخترامو نگه دارم. الان شماها باید این کار انجام بدین، به خاطر رضای خدا، به خاطر مادرتون. این عذاب و بدبختی رو همینجا تموم کنید. هر اتفاقی که افتاده باشه به حرمت شیری که از مادرتون خوردین همینجا تمومش کنید. منم برای همین باهات اومدم اینجا مامان جون. با همه بدیایی که خواهرم در حقم کرده، اما به حرمت کوچیکتری و بزرگتری اومدم و دستم و جلوی خواهرم دراز میکنم. باشه، من حاضرم اون دستو بگیرم، اما قبلش این دختر باید برای تو و آقا آقا اعتراف کنه که شوهرشو چجوری داره شکنجه میده و اذیت میکنه. میخوای بری بهش بگی حکم ممنوعیتش برای نزدیک شدن به اینجا رو گرفتن؟ آره، اعصابت خورده، نمیدونی باید چه کار کنی. به خاطر من حتی میترسی بری پیشش ماما. دخترم با خودت ببر پیش خواهرم، فقط به خاطر تو حاضرم برم ماما، فقط برای اینکه خودم هم قرار مادر بشم میرم. بیا بریم ماما جون، بریم. اون این کارو نمی کنه. دختر من همچین کاری نمی کنه. دیروز خیلی راحت کاری که می کنی و داشتی به هم می گفتی. خب بگو، الانم با افتخار پیش مامان تعریف کنم. میشنوی هنوزم چی داره میگه مامان؟ می بینی چی کار می کنه؟ من با بچه‌ی تو شکمم بلند شدم اومدم تا اینجا، بعد می بینی این با من چطوری حرف می زنه؟ می خواد بگه من شوهرمو مسموم کردم، با باله شوهرمو خفه کردم. می بینی با این وضعیت حاملگی چطوری با من رفتار می کنه؟ میدونی چیه خواهر جون؟ تو واسه این بچه‌ای که تو شکم منه حتی تو از اون بچه‌ای که تو شکمت هم نمیترسی. تو از خودم نمیترسی. من مجبور نیستم این حرفا رو تحمل کنم مامان، واقعا ببخشید. صبر کن ببینم، هنوز تموم نشده. بیا برو این طرف. من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا دیگه نوبت توه مامان شنیز. الان لوکیشن هتل رو برات میفرستم. نمیتونی باور کنی نه؟ میگی اون دختر منه، من اونو به دنیا آوردم. میگی همچین کاری نمیکنه. چون اگه واقعا مجبور باشی یکی از این چیزایی که گفتم رو قبول کنی، به مادری خودت شک میکنی مگه نه؟ چطور وقتی داشتی از من دست میکشیدی به مادری خودت شک نکردی؟ وقتی داشتی به دختر خودت پشت میکردی شک نکردی مامان؟ اما الان شک میکنی؟ آره،
وقتی بفهمی که به اشتباه از این یکی دختر دفاع کردی حتما این اتفاق میفته. اگه با چشم خودت ببینی که ندیم تو اون خونه چه عذابی داری میکشه میفهمی که تو فقط برای این که به مادر بودن خودت شک نکنی. من خیلی وقت به مادر بودن خودم شک دارم، متوجه شدی؟ من خیلی وقته که خورد شدم، قبل از اینکه تو بفهمی من خورد شدم دخترم. ولی تو حتی یه ذره امید. منم به شماها امید داشتم، علی رغم کور بودن و کر بودن و لال بودن همتون. امیدوارم که ندیم از توی کور کر لال توی گیر دادی به ندیم. فقط میگی ندیم، همش میگی ندیم ندیم. ولی اگه ازت بپرسم زبونت بند میاد، نمیتونی جواب بدی. اگه بگم چرا اون بچه رو برداشتی و فرار کردی، زبونت بند میاد. ببین بازم زبونت بند اومد. شایدم زبونت بند نیومده، شاید چون جواب درستی نداری که بدی نمیتونی حرف بزنی. شایدم حق با آقا آگاه باشه، شاید خواهرت داره راست میگه، شاید تو اون پسر رو انقدر پر کردی که به اون روز افتاده، شاید تو به خاطر هیچی هممون رو بدبخت کردی. آقا برای تو حکم ممنوعیت نزدیک شدن به خونه گرفته. از این به بعد اگه به اون خونه، به دامادمون، به شوهر خواهر دامادمون نمیتونی نزدیک شی، ممنوعه. نمیتونی نزدیک شی، ممنوعه. ببین دختره، دختر تو اون بیرون منتظرت سهر خانم. برو پیش دخترت. Thank you.